کارمندان پلیس در تاجیکستان موظف شدند که در یک ماه حداقل یک بار به تئاتر بروند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که در این باره دستوری رسمی رمضان رحیم زاده صادر شده است. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روزی 11 اپریل گفت: این بلند بردن سطح معرفتناکی کارمندان وزارت کارهای داخلی تصمیم شده است که هر ماه یک تماشا یک مرتبه بود و نوبت حیات شخصی بود تئاتری همین سر دوشنبه بود نمایشنامه دیدن شد. این دستور در حال صادر شده است که هفته گذشته رمضان رحیمزاده همراه یک هیئت وزارت امور داخلی تاجیکستان به تماشای نمایشنامه چرخ گردان نور تبروف به تئاتر لاهوتی رفته بود. قربان علی سفروف معاون مدیر تئاتر لاهوتی روز 11 اپریل بر رادیو آزادی گفت از اینکه جلب کارمندان وزارت امور داخلی به تئاتر از کارگاه آنها آغاز شد خیلی خوشحالند و افزود: دستگیری همه‌طرفه یک جزئی معنی نوبسته زمان از کاری دشوار است، کاری داخلی تو با وقت یفته و اثر اومدن وام یعنی یک دومی نکردید چون کاری خوب است. جلب کارمندان وزارت کارهای داخلی به تئاتر را کارشناسان یک جزئی از برنامه اصلاحات پلیس در کشور عنوان میکنند که تای چند سال اخیر جریان دارد. علی اکبر عبدالله سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت: حادثه هایی که وقتهای اخیر از طرف کارمندان امور داخلی کشید و همین معامله با آدم ها معامله های درست و ایشید که این آدم ها را با تفکرشان کار گرفتن در کار اینا را همین منصب امروز داده و بعد همین منصب سو استفاده کردن اینا عاقبتش خوب نیست. اینا را تفکرشان هم تغییر دادن در کار که مسئولیت هم هیست ند. این منصب گرفته است، این منصبش برای خدمت کردن به مردم است، نه اینکه به فایده خودش کار بودن. قبلا با یک تصمیم وزیر کارهای داخلی همه ماموران پلیس از سنجش گذشته، کسانی که وزن و قدشان برای کار در این نهاد قدرتی موافق نبود برکنار شدند یا برایشان وقت داده شد تا خود را به ترتیب درآورند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در چهارچوب این سنجش قامت یک مرد میلیسان نباید از 168 و خودی میزن از 160 سانتی متر پایان باشد. وزن هر کدام هم موافق با طلبات طبی قد انسان باید موافقت کند، وگرنه این کارمند پلیس فربه و ناشویم است.